جمهوری اسلامی میگوید کار سپاه پاسداران ایران فقط یک خطای انسانی ساده بوده. یک خطای ساده مکرر که جان 176 نفر به علاوه پسری که هنوز دنیا نیامده بود را گرفت. صدها خانواده چشم به راه را به هم ریخت و داغدار کرد. کسی میدونه خانواده جان باختگان پرواز PS752 در این مدت با خشم بی پایان، اندوه مدام و پرسش های بی پاسخ خود چه کردن؟ آپارات این هفته رو ببینید. سلام، حسن سرچو هستم. خوش اومدید به برنامه ی آپارات این هفته. اقدام سپاه پاسداران ایران در ساقط کردن یک هواپیمای مسافربری در 18 دی‌ماه سال 98 بسیاری رو در جهان حیرت زده کرد. اما پنهانکاری و دروغ گفتن مقامات ایرانی چند روز بعد از اون و همطور عدم پاسخگویی این مقامات بود که درد قربانیان این واقعه هولناک رو داغ‌تر کرده. حکومت ایران که در اون زمان تحت فشار جهانی بود، پس از چند روز پذیرفت که این هواپیما رو سپاه پاسداران با شلیک دو موشک ساقط کرده. بعد هم قول همکاری با کشورهای دیگه برای تحقیق در این زمینه رو داد. اما هنوز پس از گذشت یک سال اطلاعات روشنی در زمینه چرایی این حادثه منتشر نکرده و خانواده قربانیان پاسخ پرسش های بسیار خودشون رو دریافت نکردن. 176 کشته برای نویسندگان و خوانندگان آمار و اخبار فقط یه عدده، اما برای هر کدام از این قربانیان، قربانیان این فاجعه و یا هر فاجعه دیگری، به معنی از دست رفتن یه زندگی، یه عشق و یه خانواده است. هر کدام از این کشتگان کسانی رو منتظر خود داشتند: پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر، خواهر و خیلی های دیگه. الناز نبی یکی و فقط یکی از جان باختگان پرواز PS752 به مقصد کیف بود. یه جوان دانشجو که مدتی قبل با همسرش برای ادامه تحصیل به کانادا رفته بود. او در آخرین سفرش به ایران اما تنها بود و همسرش جواد سلیمانی در کانادا منتظر بازگشتش. بازگشتی که موشک‌های سپاه مانع شدند. خانواده قربانیان که غالبا در ایران تحت فشار برای سکوت کردن در این زمینه بودند، در طول این مدت هر کدام به شکلی به این فاجعه واکنش نشون دادند. جواد سلیمانی اما تصمیم گرفت که شرح حال خودش رو در قالب یک مستند ثبت کنه. الناز جان، فیلمی که این هفته می‌بینیم یادآوری است از این فاجعه و نمونه تصویری است از وضعیت بازماندگان. مانی اکبری فیلمساز همراه با گروهی از همکارانش آقای سلیمانی رو در ساخت این مستند کمک کردند. مستند الناز جان رو میبینیم و بعد دربارهش صحبت میکنیم. برای صحبت در مورد این فیلم هم از جواد سلیمانی، همسر الناز نبی و تهیه کننده این فیلم دعوت کردیم که همراه ما باشه. و همینطور فرید اسماعیل پور، پژوهشگر سینمایی و مستندساز و روزبه کمالی، نویسنده و منتقد سینمایی، هم از جنبه های هنری به بررسی این فیلم خواهند پرداخت. ممنون از حضور هر سوی شما در این برنامه. خب، به اتفاق میهمانان برنامه نخست فیلم الناز جان رو ببینیم، بعد مفصل دربارهش صحبت میکنیم. خیلی قربان، منطقه تقریبا ساعت رو هدینگ 320 منطقه اکتیبه. جی پی ایل سلو رفته؟ این سری نورایی مثل موشکه، چیزی هست؟ 320 منطقه نه، چند مایلی این کجا؟ مایلش رو من نمیتونم تشخیص بدم، ولی فکر کنم طرف پیام کرد جنا بشه. چند مایلی کجا؟
الان ما نورش رو میبینم از اینجا. چیزی به ما گزارش نشده. چجوریه نورش به چه صورتیه؟ نور موشک دیگه. به سمت شرق میانن حرکت نمی کنن؟ شاید نه از اونجا بلند شد یا چه همچین چیزی به ما چیزی گزارش نشده ولی شما پرشن داشته باشید. We cannot answer them. We have to approach the system. 6689 آتیش گرفته. میبینی مهدی هی داره آتیش میده. شهریار فردوسی. وای بسم الله مهدی چه می آمی ترسم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا خود بود. موشک هم رو موشک هم. داره میاد. وای وای کسه. وای یا فاطمه زهره این چی بود؟ وای مهدی این چیه؟ حالا فکر کنید همینجا یه موشک بخوره به این هواپیما بالای فرودگاه مسافربری، بعد بگن نتونستیم هواپیما رو هم موشک کروز تشخیص بدیم. مسخره نیست، مزخرفه. مسئولین سازمان هواپیمای کشوری کجای وظایفشون در واقع بهشون اجازه داده شده با یکی در خارج از ایران، در کانادا، در مورد پست های اینستاگرامی صحبت کنیم؟ چوبوی گل به کجا رفتی تنها موندم؟ دیدم خبر حمله در واقع موشکی ایران به پایگاه عین الاسد آمریکا تو عراق اومد، یعنی حدود 4 ساعت قبل از زمان اصلی پرواز که 5 روب به صبح به وقت تهران بود. و خب یه خبرها رو خود چک کردم، شوکه شدم و بعد دیگه تقریبا الناز را افتاده بود به سمت فرودگاه، بهش پرم دادم که همچه اتفاق افتاده، خبر نداشت که ایران به پایگاه آمریکا هر موقع هم میکرد. یه خود دلخوره رو صداش هم موقع متوجه شدم، گفتم رسید فرودگاه ایناز ببین چه شکلی، قاعدتا باید احتمالا پروازو کنسل بشن چه شکلی. یه درصد میدونستم اینا رو، گفتم نه نه رو ناسه ناسه نه رو. Flight 752 was shut down with missiles fired by Iranian Revolutionary Guard Corps. 176 passengers and crew died, among them 29 children, 8 entire families who have no one to present them here today, 4 couples who were returning from their wedding in Iran. One of those couples with pictures are here, Arash and Poonam. 9 fathers and 1 mother who lost their loved ones, wives, husbands, sons and daughters. دل و جان بردی اما نشدی
الناز جان رو دیدیم، روایتی انسانی و گزارشی بیواسطه از یک فاجعه و یه ظلم متداوم، فیلمی که با یه همکاری گروهی ساخته شده با تهیه کنندگی جواد سلیمانی از خانواده جان باختگان پرواز PS752. فیلم یک ثبت مهم و یک مشاهده بیواسطه از یک وضعیت انسانی هست. الناز جان از اولین فیلمایی که در مورد این فاجعه ساخته شده و مطمئنم که فیلمای دیگری هم در این زمینه در راه خواهد بود. برای صحبت در مورد این فیلم از جواد سلیمانی به عنوان تهیه کننده فیلم دعوت کردیم که همراه ما باشن، و همینطور فرید اسماعیل پور پژوهشگر سینمایی و مستندساز و روزبه کمالی نویسنده و منتقد سینمایی هم از جنبه‌های هنری به بررسی این فیلم خواهند پرداخت. گفتگو رو با شما شروع میکنیم آقای سلیمانی. چی شد که در اون شرایط روحی خاص شما تصمیم گرفتید که یک فیلم مستند از وضعیت خودتون ساخته بشه؟ سلام عرض میکنم آقای سلجو، ممنون از دعوتتون. ببینید، بعد از در واقع جنایت سرنگونی پرواز اوکراین، خب مصاحبه های مختلف صورت گرفت، صحبت های متعدد شد، اما واقعا هیچ کدوم اثر و ماندگاری در واقع ساخت یک مستند رو نمیتونست داشته باشه. بعد هم فکری کردیم و قرار شد که در واقع مستندی ساخته باشه که در واقع جدای از در واقع صحبت در مورد یکی از جان باختگان الناز نبی و زنده نگه داشتن یادش، در واقع الناز نبی به نوعی نماینده جان باختگان بود، سعی شد در مورد ابعاد مختلف این در واقع جنایت صحبت بشه. اون لایه های انسانی که در واقع خیلی وقت دیده نمیشه، در واقع یه مقدار توی این مستند باز بشه و نشون داده بشه که در واقع وقتی که یک جنایت سنگینی مثل جنایت سرنگونی هواپیمای اوکراین اتفاق میفته، اینجوری نیست که در واقع خانواده های قربانیان برگردن به زندگیشون، این زندگیشون رو کاملا تحت تاثیر قرار میده، زندگی اطرافیانشون رو تحت تاثیر قرار میده، و لذا میبینیم که این فیلم در واقع میشه گفت یک فیلم احساسیه، سعی کرده بحثای انسانی قضیه رو نشون بده، جدا در کنارش در واقع در مورد خود جنایت و سایر جنایت ها صحبت کنه. تمام در واقع فیلم بردار و کسایی که در واقع و کارگردان خب به صورت داوطلبانه کار کردن. برای ماه جون یا خرداد ماه حدود 2 هفته فیلم برداری در واقع در ادمونتون کانادا و ایالت آلبرتای کانادا صورت گرفت. توی این فیلم یه جایی هست که صحبت میکنید درباره حلقه ازدواجتون و اینکه بهتون گفته شده که حلقه ازدواج موجوده و میتونید برید اون رو در حقیقت پس بگیرید، اما وقتی مراجعه میکنید بهتون داده نمیشه و میگن چون این چیزی نیست، دادستان هم گویا بهتون گفته. فکر میکنید که اتفاق خاصیه؟ حالا نمونه مشابهش هم ما شنیدیم در این مورد این حوادث. فکر میکنید که چرا این اتفاق افتاد؟ چرا اینجور با شما برخورد شد؟ ببینید، به نظرم به زبان ساده در واقع فساد سیستماتیکو در جمهوری اسلامی نشون میده که در واقع از حلقه ازدواج در واقع جان باختگان اون هم به این شکل فجی هم در واقع نمیگذرن. بعد از اینکه جنایت اتفاق افتاد، واقعا اصلا من حالا بد میشه بخوام دوباره صحبت کنم. این مورد، حالا حلقه رو شما گفتید تو فیلم هم اشاره شده، مورد نیست که صرفا مثلا برای یک نفر دو نفر اتفاق افتاده شده باشه. تقریبا تمام وسایل ارزشمند در واقع جان باختگان غارت شده. بحثی نیست که من بگم که مثلا شخص نفر اول حکومت یا دادستان مستقیم رأساً غارت کردن. بحث اینه که اینقدر فساد در واقع رسوخ کرده تو این ساختار جمهوری اسلامی، اون مأمور ساده در واقع فرودگاه هم وقتی میبینه فساد وجود داره میگه چرا من نکنم، یا اون احتمالاً اون مأموری که تو پزشکی قانونی کهریزک بهش گفته شده که حلقه ازدواج رو تحویل بده، خب وقتی دیده انواع فساد رو میبینه میگه حالا منم اینو مثلا بردارم، مثلا چه اتفاقی میفته. اینا واقعا فاجعه است که در واقع حتی به وسایل در واقع جان باختگان هم
رحم نکردم و این مطلبی که همه خانواده ها میگن و این اتفاق در مورد موبایل ها و تبلت های جانباختگان هم افتاد، در کنارش حالا وسایل قیمتی مثل طلا، پول، اینها هم حتی در واقع تحویل داده نشد و واقعا اوج بیکفایتی و اوج در واقع فساد رو نشون میده به نظر من. در طول این فیلم شما میگید که حکومت ایران به پرسش های شما پاسخ نداده، مشخصا چه شبهه ها و پرسش هایی برای شما باقی مونده که هنوز بدون پاسخ در مورد این فاجعه؟ سوالاتی که پیرامون ابعاد نظامی و هوانوردی این قضیه وجود داره و جمهوری اسلامی تاکنون بهشون پاسخ نداده خیلی زیاده. من حالا با توجه به وقت برنامه یک سری از این سوالا رو سعی میکنم خیلی خلاصه بگم. طبق قوانین بین المللی، طبق قانون ماده 10 خدمات هواپیمای کشوری، در زمان تنش جنگی حریم هوایی باید بسته بشه. این راحت در واقع حکمش جنایت جنگیه که در واقع شما جان مسافران رو به خطر میندازی در میانه شرایط تنش جنگی و این چیزی که جمهوری اسلامی میدونه که بابتش باید جواب پس بده. این خودش میشه اولین سوال ما که چرا حریم هوایی رو نبستند و چه کسی حریم هوایی رو نبست. اون چیزی که برمیاد از قوانین جمهوری اسلامی که مسئول بستن حریم هوایی شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی امنیت ملی، رئیس جمهور، برخی وزرا و فرماندهان سپاه و نمایندگان رهبر، اینا همشون مسئولن بابت این جنایت. ادعا میکنن که هواپیمای مسافربری با موشک کروز در واقع اشتباه گرفته شده. امکان نداره کسی بتونه نتونه این دوتا رو از هم در واقع تشخیص بده، چون به قدری در واقع مشخصات اینها متفاوته از لحاظ سطح مقطع راداری، از لحاظ طول، از لحاظ پروفایل حرکتی و ارتفاعی که توش حرکت میکنن و سرعتی که توش حرکت میکنن. مبتدی ترین اپراتور در واقع اینا میتونه تشخیص بده. سوال اینه که چگونه نتونستن تشخیص بدن هواپیمای مسافر برای بونگ 737 از موشک کروز بر تقریبا میشه گفت بر فراز فرودگاه مسافر برای. یه وقت بود میگفتیم بر فراز یه منطقه جنگی بوده، اشتباه شده، درگیری بوده، کنترل اوضاع دستشون نبوده، بر فراز فرودگاه، یعنی این هواپیما تقریبا میشه گفت آقای سلجو به این صورت بوده. وقتی که بلند شده از فرودگاه مسافربری تو صفحه رادار اون اپراتور بوده، بلند شده، ارتفاع گرفته، اوج گرفته، با برج مراقبت هماهنگ کرده، اجازه گرفته که باز اوج بگیره. این تمام مدت میتونسته این اپراتور این هواپیما رو ببینه از کجا بلند شده. بعد چگونه است که یک آن میگن نتونسته تشخیص بده زده در واقع با موشک کروز اشتباه گرفته. موشک کروز بالاخره از غیب که نمیاد، باید یا از مرزهای جنوبی بیاد یا از مرزهای غربی، چند صد کیلومتر باید طی کنه. چگونه است که در واقع چند صد کیلومتر رو طی کرده، کل سامانه پدافندی اینو تشخیص نداده و ناگهان بر فراز فرودگاه مسافربری تشخیص داده شده؟ ساده ترین کار واقعا شمال و جنوب و تو تهران تشخیص دادن. حالا فردی که در واقع مسئول تنظیم در واقع این سامانه بوده ادعا کردن 107 درجه نتونست تشخیص بده، در واقع شمال و جنوب یه جورایی نتونست تشخیص بده، هواپیما رو فکر کرده از سمت غرب میاد و اینو اشتباهی گرفته زده. فرض کنیم که اشتباه تنظیم شده در واقع این سامانه. خب از وقتی که ایران در واقع حمله کرد به مواضع آمریکا در عراق اون شب، حدود 6 تا پرواز دیگه تقریبا هم مسیر پرواز اوکراینی در واقع حرکت کردند اون مسیر رو. خب چرا اونا رو اشتباه نگرفت؟ چرا اون پروازها رو دید مثلا نگفت چرا مثلا پروازها دارن از سمت غرب میاد و به اونها کاری نداشت؟ چرا فقط پرواز اوکراین رو اشتباه گرفت؟ اگر بحث اشتباه در واقع تنظیم شدنه، خب چرا در مورد بقیه این اتفاق نیفتاد؟ یک پروازی هست به نام پرواز اطلس گلوبال که در واقع ساعت 5:17 از فرودگاه بین المللی تهران پریده. پرواز اوچانی هم مقرر بود ساعت 5:15 بپره که نپرید، 6:12 و 57 تأخیر پرید. پرواز اطلس گلوبال که قرار بوده همزمان با پرواز اوکراینی بپره و خود پرواز اطلس گلوبال به موقع پریده، مسیر پروازیش همواره شبیه مسیر پروازی اوکراین بوده.
نکته جالب توجه اینه که در مورد پرواز اطلس گلوبال یه اتفاق خیلی عجیب افتاده اون شب. این پرواز یک مسیر رو رفته که توی دو ماه قبل و یک ماه بعد از این جنایت هیچ وقت اون مسیر رو نرفته. مسیری که رفته در واقع از پشت پایگاه های نظامی سپاه، پایگاه بیدگنه، به صورت غیر متعارف حرکت کرده. دلیل این که یک پرواز که نزدیکترین پرواز به پرواز اوکراینه از مسیر نرمال همیشگیش خارج میشه و از پشت پایگاه های سپاه حرکت میکنه و از جلوی اونا حرکت نمیکنه چیه؟ دلیلش این میتونه باشه یا چیزی دیده یا هشداری دریافت کرده. سوال اینه که خب چرا این هشدار به پرواز اوکراینی داده نشده؟ دلیلشون دلیل در واقع البته غیر موجهی بوده، گفتن به خاطر ترافیک ورودی بوده، در صورتی که اون تایم مثلا ترافیک ورودی وجود نداشته در فرودگاه بین‌المللی یا تهران. وقتی یه هواپیمای سقوط میکنه، جعبه سیاه اولین چیزی که باید بررسی بشه. حالا نکته‌ای که اینجا هست، برای جعبه سیاه پرواز اوکراینی چرا 7 ماه طول کشید؟ و خود در مورد جعبه سیاه بارها گفتن ارسال میکنیم، هی در واقع به تعویق انداختن به بهانه های مختلف. ابتدا گفتن سالمه، بعد گفتن سالم نیست، میخوایم ریکاوری کنیم. خب این رفتارهای غیر صادقانه رو وقتی از جمهوری اسلامی آدم میبینه، خب طبیعتا متوجه میشه که یک جای کار میلنگه. در این مدت بر خانواده ها چه گذشته؟ وضعیت اونها چطور هست آقای سلیمانی؟ واقعا وضع خانواده ها خوب نیست. از لحاظ روحی واقعا به قولی یه جورایی شاید بشه گفت ما مرده های متحرک هستیم، یا به قولی ما خودمون قربانی هستیم، واقعا بازمانده نیستیم. ما خودمون واقعا داریم صبح تا شب عذاب میکشیم بابت دوری از عزیزانمون و بابت این برزخ که توش هستیم که هیچ کی از مسئولین جمهوری اسلامی حاضر نیست پاسخگو بشه، و از اون طرف هم خانواده هایی که داخل ایران خصوصا صحبت میکنن، انتقاد میکنن به صورت علنی، خب تحت فشار قرار میگیرن، بازداشت میشن، احضار میشن، تهدید میشن. ما خانواده خیلی مصمم هستیم سر این قضیه که کشف حقیقت و مجازات آمرین و عاملین اولویت اصلیمونه و توی این مسیر با هم دیگه هم قدم هستیم. خب بسیار ممنون، متشکرم از شما جواد سلیمانی و براتون آرزوی صبوری میکنم. بریم و از منظر هنری و سینمایی بپردازیم به فیلم. فریده اسماعیل پور همراه ما هست از پاریس. آقای اسماعیل پور، فیلم حسی و تلخیه، از نظر شما چگونه مستندیه این فیلم؟ ببینید، اگر بخوایم درباره گونه این مستند صحبت کنیم، اتفاقا خیلی جالبه به خاطر اینکه این مستند میتونیم توی طبقه‌بندی مستندهای حدیث نفسی و شرح حالی قرارش بدیم، ولی با این تفاوت که روایت و نگاه و نقطه دید توی مستند سوم شخص مفرده، یعنی آقای جواد که در همه فیلم حضور دارن، قصه و روایت هم داره از دید ایشون انجام میشه. این نکته خیلی جالبیه، ولی واقعیتش در کلان و در اون نمای کلی این فیلم به نظر من یک سوگنامه است درباره اتفاقی که افتاده، معمولا درباره سوانح، فجایع و اتفاقات و رویدادهای تلخ و ناگواری که میفته. مستندهای بسیاری ساختن که در 3 قسمه. این مستندها در شکل و قسم اولش معمولا به خود اتفاق میپردازه، این که یه حادثه دلخراش، یک سانحه هولناک، یک جنایت رخ داده و بعد فیلمساز و مستندساز به خود اون حادثه میپردازه. شکل دوم اینه که فیلمساز نزدیکتر میشه به ماجرا، دوربینشون نزدیکتر میبره و به قربانی ها میپردازه، اون قربانی که بود، چه میکرد، چه میتونست بکنه. و اون شکل سوم که در این فیلم ما باش مواجه هستیم، در واقع فیلمساز به بازمانده میپردازه، یعنی کسی که و فیلمساز خودش هم بازمانده یک سانحه دلخراش هست. به این معنا ما با فیلمی مواجه هستیم که درباره اتفاقی که در گذشته رخ داده و حال و درد و سوگی که بازماندهی نسبت به این اتفاق دچار شده مواجه هستیم. و فکر میکنید که
اهمیت این فیلم رو ما در چه باید بدونیم؟ ببینید اتفاقا اهمیت فیلم برمیگرده به خود اون سوم شخص در روایت این فیلم، خود آقای جواد. این فیلم یک روایت کاملا شخصی و نزدیک به درد و ماجرایی که بر او اتفاق افتاده است و عملا میتونه نزدیک باشه و شباهت داشته باشه با گونه‌ای از تاریخ شفاهی، اما به این معنای دیگر، یعنی تاریخ شفاهی فعال و کنشگر، تاریخ شفاهی که خود روایت شونده، خود اون سوژه خودش رو روایت میکنه و از این باب به نظر من خیلی اهمیت داره و جذاب و جالبه. فیلم شرح یک خاطره هست، شرح یک زندگی و متمرکز بر شخصیتی که داره برای ما شرح یک فقدان رو به تعبیر دیگه‌ای میگه. این مستند به لحاظ ساختاری از نگاه شما بر چه مبنایی بنا نهاده شده؟ ساختار مستند، در واقع ما با فیلمی مواجه هستیم که در حال ساخته، نمیتونیم بگیم فیلم در فیلمه کاملا، اون تمهید فیلم در فیلمی که در سینما وجود داره، ولی به طور عمومی اون نگاه‌هایی که رد و بدل میشه بین جواد و دوربین یا اشاراتی که به حضور دوربین و ساخت فیلم داره میشه، ما رو به این میرسونه که ما با فیلمی مواجه هستیم که در حال ساخته. ولی و این فیلمی هست که البته در یک حالی، در یک اکنونی میگذره که در حال ساخته شدنه، با این حال برای یادآوری گذشته استفاده کرده از تصاویر آرشیوی، از تصاویر ویدئوی خانگی و موبایل که تصاویر خیلی که استفاده به نظر من خیلی درستیه، به ویژه در تیتراژ. به نظر من تیتراژ فیلم فوق العاده درخشانه و جذابه و یک ورودی بی‌نظیره برای ورود به این قصه. در کل ساختار بصری فیلم تشکیل شده از تصاویری که در کمال دقت و زیبایی فیلم برداری شدن، فیلم برداری فیلم خیلی درخشانه، و تصاویر ویدئوهای خانگی و موبایل. فیلم تمرکز داره بر یه شخصیت و یک موضوع رو هم داره دنبال میکنه، اما گاهی در طول فیلم شاهد فاصله گذاری هستیم. فیلمساز یا تدوینگران فیلم با فاصله گذاری میخوان بین موضوع و در واقع اتفاقی که داره میفته یک فاصله بیاندازن. چرا فکر میکنید که چنین چیزی در پیش گرفته شده؟ چراییش و اون چیزی که من میتونم حدس بذارم اینه که، و اون چیزی که داره این فیلم به ما میگه، این فاصله گذاری، اون اشاراتی که شخصیت به دوربین میکنه یا گروه فیلم برداری بین خودشون صحبت میکنه یا آماده میشن برای فیلم برداری، داره اینو به مخاطب هی گوشزد میکنه که این یک فیلم است، شما در حال دیدن یک فیلم هستید. با این حال، با توجه به آشنایی که مخاطب با این داستان، با این ماجرا، با این سانحه داره و اشاراتی که شخصیت داره میکنه به این واقعیتی که در خارج از فیلم اتفاق افتاده و برای ما هم آشناست، فیلم همزمان داره تایید هم میکنه که درسته شما دارید فیلم میبینید، ولی فیلمی درباره اتفاق هولناکی که افتاده دارید میبینید. برای همین به نظر این فاصله گذاری از این منظر قابل فهمه، دست کم برای من. اما نکاتی وجود داره که ما رو با سوال مواجه میکنه در این فیلم. به عنوان مثال استفاده شاید بیش از حد از تصاویریه که به طور موازی استفاده میشن با واقعیت اکنونی که داره جواد برای ما روایت میکنه. منظورم مشخصا تصاویر مهمونی ها هست. درک نمی کنیم که چرا اینقدر ما با این تصاویر مواجه میشیم، مخصوصا وقتی که برای نشون دادن این تصاویر از دید تله استفاده شده که فضا رو کاملا میبنده و اصولا در کنار این تمهید تصویری اشاره‌ای هم نمیشه به حضوری که میتونست داشته باشه اون همسر در این مهمونی، در جای از این مهمونی، و فقط با تصاویر مواجهیم که از مهمونی، از شادی، از وقت گذرانی و خوش گذرانی که من اینو خیلی درک نکردم، یا اینکه فیلم خیلی همه چیز گوست، درباره همه چیز سخن میگه. در حین فیلم ما به قصه اقلیت‌ها اشاره میکنیم، به قصه یک یادآوری درباره قصه سینما رکس میکنیم، و عملاً در پایان فیلم تبدیل به یک خطابه یا شاید بیانیه سیاسی میشه، و از اون فیلمی که میتونست یا میتونه یک فیلم شرح حالی و حدیث نفسی باشه، من از آن فاصله میگیره و شاید فاصله میدازه بین داستان جواد و مخاطب توی لحظاتی. اینا اون مسائلی هست که شاید بشه گفت ما رو دچار سوال میکنه در این فیلم. و در یک چنین فیلم هایی، در یک چنین مستند هایی،
فیلمساز تا چه حد اجازه داره و میتونه که ظرفیت هیجانی مخاطبش رو تحت کنترل بگیره؟ این سوال خیلی سختیه، به خاطر اینکه مجوزش رو من نمیتونم صادر کنم و نمیتونم لغو کنم. ولی واقعیتش اینه که سوال اینه که برای چه کاری، برای چه هدفی. من فکر میکنم به طور معمول این سانحه دلخراش، این اتفاق هولناک، به یک فضای مستعد و یک زمینه مستعدی آماده کرده برای فیلم ساز، چون مخاطب آماده است، مخاطب رنج برده از این اتفاق، برای همین شاید نیازی نباشه برای افزودن به این ماجرا، ولی این شایدیه که بالاخره یک فیلمساز میتونه تصمیم بگیره، نه منی که مخاطب این فیلم قرار دارم. من فقط میتونم این فیلم رو بپسندم یا خیلی بپسندم یا کمتر بپسندم. به طور کلی خط روایت توی فیلم مخدوشه، یعنی شاید مخاطب با فیلمی که یک داستان رو بدون تقاطع روایت کنه، برخلاف اینکه از زمانی فیلم مقطعی نیست، فیلم داره اکنون میگذره با ارجاعات خیلی محدود به گذشته، ولی ما هر از گاهی از فیلم پرت میشیم بیرون. شاید اگر فرض کنیم این فیلم یک فیلم حدیث نفسیه درباره یک انسانی که رنج برده و خودش هم در یه حالت هیجانیه، شاید با این منطق بشین رو پذیرفت. اگر نه، فکر میکنم این نکته خیلی مثبتی نیست برای فیلم، چون هر از گاهی با صحنه‌های خیلی طولانی که درباره سیاست یا درباره یک مسئله دیگری صحبت میشه، یا این رفت و اومده بین مهمونی‌ها و اون واقعیت اکنون فیلم، به نظر من میتونه هر از گاهی ارتباط مخاطب مختل کنه با خط روایی فیلم. ممنون و متشکرم آقای اسماعیل پور. بریم سراغ مهمون بعدی برنامه ما، روزبه کمالی، نویسنده و منتقد سینمایی. آقای کمالی، شما این فیلم رو خیلی خلاصه و کوتاه اگر ممکنه بفرمایید چطور دیدید؟ همونطور که از زبان یکی از شخصیت‌های فیلم میشنویم، این موشک که فقط به قربانیان اصابت نکرد، امنیت و آرامش و اعتماد همه ایرانیان رو هدف قرار داد. همه ما هدف اون موشک قرار گرفتیم. همونطور که شخصیت اصلی فیلم جواد سلیمانی روایتش رو از تروماش و رنجش میگه، تماشای این فیلم هم انگار مواجهه ما با ترومای جمعیمونه که ناشی از این فاجعه دردناکه. فیلم اصلا فیلم خشنی نیست، اما در این حال فیلمی هست که جلوه های خشونت انسان بر انسان رو داره به شکلی بیان میکنه در جزئیات حوادثی که پس از ماجرا اتفاق افتاده. این جلوه ها، جلوه های خشونت، بر شما بیانگر چه چیزیه؟ از خلال گفته های جواد، شخصیت اصلی فیلم، ما با یک قساوت بسیار تکاندهنده و عریان مواجه میشیم. غارت اموال قربانیان، سرقت حلقه ازدواج الناز، در واقع انگار ما با یک ماشین قساوتگر، با یک ماشین تولید قساوت روبرویم. چرا میگیم ماشین؟ به خاطر اینکه عواطف و وجدان نداره، به صورت خود به خود در مقابل حوادث تولید قساوت میکنه، تولید قساوت شدید میکنه. انگار برای این کار برنامه ریزی شده و در این کار هم خونسرده. یکی از تکاندهنده ترین صحنه هایی که جواد سلیمانی روایت میکنه اونجاست که قاضی و همکارانش دارن میوه و شیرینی صرف میکنن در حالی که مردم اومدن و پیگیر پیکرهای پاره پاره عزیزانشون هستن. واقعا انگار ما با ربات‌های قسی القلب روبرویم، نه با انسان‌ها. فیلم موضوعش بیان یک تروما هست، یک جراحت خاطره به تعبیری. این تروما، این جراحت خاطره در فیلم چه شکلی داره؟ اینجا ما با دو جور تروما روبرو هستیم که البته با هم در ارتباطن.
یک ترومای فردی رو در نظر بگیرید، کسانی که عزیزان و نزدیکانشون رو از دست دادن و دچار فقدان هستند و البته در حادثه فاجعه باری همین ها رو از دست دادن. از اون طرف هم یک ترومای دیگری هست که ترومای مواجهه با یک حکومتی است که شهروندانش رو کشته، اجسادشون رو به نام شهید غصب کرده، آیین سوگواریشون رو مصادره کرده، دروغ میگه و مسئولیت نمیپذیره. بنابراین ما با دو تا تروما مواجه میشیم، ترومای فردی که اینها در عزیزانشون رو از دست میدن و یه ترومای بزرگتر جمعی که انگار در حافظه انسان ایرانی با مظالم پیشین هم پیوند میخوره. برای همینه که تو اون آیین یادبود الناز همسرش وقتی اون متن رو میخونه به اون مظالم گذشته، به جنگ، به کشتار دهه 60، به سرکوب 88، 96 و 98 هم اشاره میکنه. و چگونه امکان التیام این جراحت خاطره یا این ترومایی که برای بازماندگان این حادثه به وجود اومده وجود داره از نظر شما؟ اینجا چون با فقدان عزیزان و نزدیکان روبرو هستیم از طریق سوگواری و نیز چون همزمان با یک جنایت و فاجعه بزرگ روبرو هستیم از طریق تحقق عدالته که التیام جراحت ممکن میشه. در نمایشنامه حملت روح پدر بر فرزندش ظاهر میشه و از خیانت و فریبی که در حق او روا داشتن پرده برمیداره و از او میخواد که عدالت رو در حقش اجرا کنه و مهمتر از همه بخشی از این عدالت اینه که روایتی که پنهان شده، یعنی روایت اون خیانت و جنایت رو فاش کنه و جمعی بکنه. کشته شدگان به قهر، به خشونت، به ستم باز می کردند. این کشته شدگان همواره در رجعتند. اگر از روانشناسان، برخی روانشناسان متفکران بپرسید که چرا این گونه است، چرا اینها باز می گردند، به این دلیله که اینها به درستی تدفین نشدند. به درستی تدفین نشدند اینجا یعنی اینکه عدالت و احترامی که سزاوارش بودند در حقشون رعایت نشده. بخش مهمی از این احترام و عدالت فاش شدن همه ابعاد روایت، همه ابعاد ماجراست. اون وقته که مسببان هم مشخص میشن و از این طریق میشه از اونها تقاضای اونها رو مسئول دونست و امکان تحقق عدالت ممکن میشه. بنابراین پیشفرض هر گونه، پیش شرط هر گونه التیامی اول اینه که همه ابعاد این واقعه به صورت یک روایت بدون پازل مبهم فاش بشه. و در این فیلم انگار دوربین با مشاهدگری داره تلاش میکنه که یک جوری التیام بخش باشه برای اون شخصیت و در واقع فقط ثبت کنه اون چی رو که اون میگه. نقش فیلم در التیام این جراحت خاطره یا این تروما چطور میتونه باشه؟ وقتی که این حادثه، وقتی اون هواپیما سقوط کرد، اولین واکنشی که حکومت نشون داد این بود که یک لودر رفت زمینی رو که محل سقوط هواپیما بود صاف کرد، همه آثار رو از بین برد. حکومت‌های از این دست ویروس فراموشی و بیتفاوتی رو پراکنده می کنن، در واقعیت رو جراحی می کنن و تحریف می کنن. پیش از این هم در وقایع دیگه مثل کشتارهای دهه 60 همین الان ما می بینیم که گورستانهای جمعی رو اینها دستکاری کردن، روش میدون و بزرگراه ساختن. فیلم های از این دست کمک می کنن به این که حوادث مهمی چنین فراموش نشن. این مقاومتی است در برابر فراموشی. همونطور که امکان اینو فراهم میکنه که شخصیت رنجش رو، استرابش رو، حراسش رو بیان کنه و این رو با دیگران به اشتراک بگذاره، این امکان رو هم فراهم میکنه که این واقعه ثبت بشه و مقاومتی باشه در برابر از یاد بردن،
تنها از راه مقاومت در برابر فراموشیه که افشای کامل روایت، آرمان تحقق عدالت و امکان التیام جراحت میسر خواهد شد. خب خیلی ممنون و متشکرم از شما روزبه کمالی و همطور ممنون از جواد سلیمانی همسر الناز نبی و از خانواده جان باختگان پرواز PS752 و همطور فرید اسماعیل پور پژوهشگر سینمایی و مستندساز. مجله بیشتری برای صحبت در مورد این فیلم نیست، از طریق ایمیل، اینستاگرام و همین راهایی که اینجا داره زیر نویس میشه با ما در تماس باشید و برامون بنویسید که شما فیلم این هفته ای ما رو چطور دیدید و این حادثه بر شما چه تأثیری داشته. تا هفته آینده و یه برنامه دیگه، بدرود و مراقب سلامتی خودتون و دیگران باشید.